بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. دعا و امید منم تا شما خوب باشین، سلامت باشین. یک از سوال هایی که بسیار زیاد پرسان مشنه اویه که مادر پدرام گا مو اولاد خورا زیاد سمجاو منی، اولاد خور زیاد نصیحت منی، لیکنی سمجاو کدو و این نصیحت کدو منی زندگی ازو چندانی اثر انداز نمشنه، منی زندگیش اثر نمونه، او ام رویخ بدلی نمونه. یا بعض از مادر پدرای پرسان منه که مو وقتی اولاد خور نصیحت منی سمجاو منی ریاکشن نشان میده، بدتمیزی منه فرض کو، یا گبر گوش نمونه، یا قار شمایا دیگه. مو چی کار کنی؟ ای اولاد را نصیحت کنی یا نکنی؟ ای را سمجاو کنی یا نکنی؟ وظیفه از مو چی است؟ منی زی شکی نیست که نصیحت کردن منی اسلام بسیار زیاد تاکید شده. مثلا منی روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک روایت است که بیان مونه که سه گروه منی بهشت است تمام اول داخل مشنه، یک شی شهید است و یک از او گروه ها او کسایی است که نصیحت مونه، و سیمنه گروه او گروهی است که خود خورا امو گناه های خور کنترول مونه. پس نصیحت کدنی والا از تمام اول منی بهشت داخل مشنه. و تقریبا دهها دنه تر روایت ها مدره که بسیار زیاد تأکید کده بله نصیحت کدن، که مو یک دیگه خور نصیحت کنی، یک دیگه خور امر به معروف و نهی عن المنکر کنی. دیگه از او تأکیدات فهمیده مشنه که نصیحت کدن برای روح انسان بسیار ضروری است، برای عاقبت بخیری انسان نصیحت کدن بسیار ضروری است. و از این تأکیدات ای فهمیده مشنه مومیتنی تشبیه بیدی، مومیتنی ایر بیانوان تشبیه بیان کنی که امو تا که برای بدن انسان غذا ضرورت داره، برای حیات شی، برای زندگی شی، امو رنگا برای روح انسان، برای سلامتی روح انسان و برای عاقبت بخیری روح انسان نصیحت کدن مثل غذا است. خب این شباهت را ما از این وجه دادم که امو تا که مو منی غذا خوردن دقت منی، هر غذا مو نمخری، غذا باید صحیح پخته شده باشه، باید صحیح طریقه پخته شده باشه، غذا انسان او وقت مخره که گشنه شده باشه، وقتی انسان احساسی گشنگی نکنه نان نمخره. دیگه امو تا که بخشه نان خوردن مو بسیار شرایط را ضرورت چی داره که او شرایط باید رعایت شونه، امو رنگا بالکل منی نصیحت کدنم مو باز شرایط را باید خیال چی بیلی. دیگه نان رمی تر مو بغیر پخته اگر بغیر پیش اک آدم بیلی قطعا و آدم نمخره و نان را نراحت مشنه. دیگه امو رنگا نصیحت کدن است. دیگه مادر پدرایی که اگر نصیحت مونه اولادایش ریاکشن نشان میده، یا گپ شنار گوش نمونه، یا بی توجهی مونه، منی زندگیش چینج نوایا، دیگه قطعا او اصول های نصیحت کدو را مادر پدرها رعایت نمونه. اگر مادر پدرها تیچر ها امی اصول های نصیحت کدو را رعایت کنه، دیگه قطعا این نصیحت کدو بسیار زیاد تاثیر میندازنه منی زندگی انسان. لیکن اگر این اصول ها را رعایت نکنیمو چی کار مشنه؟ امو رنگا که فرض کو اگر یک نانی خراب شده، اکسپایر شده، گنده مو بخری، نه فقط خوب اثر نمیندازنه بلکه انسان را خراب هم مونه. امو رنگا نصیحت کدن است. اگر نصیحت کدن منش اصول های نصیحت رعایت نشنه، تایم شی دقت نشنه، وقت شی، طریقه شی، ای تمام چیزا دقت نشنه، نه فقط خوب نتیجه نمیده بلکه خراب نتیجه میده، نه فقط او انسان را بهتر نمونه بلکه نقصان هم میرسندنه. لذا باید اصول های نصیحت کدو را مو بلد بشی. خب یک از اصول های نصیحت کدو ای است که نصیحت کدنی والا خود چی بلی زو نصیحت های خود عملی زندگی خو عمل کنه بلیشی. امام علی علیه السلام برای فرزند خو یک خط لکایی مونه که منی زو باز نصیحت هار مونه. دیگه قبل از اینکه امام علی علیه السلام نصیحت را شروع کنه چی کار مونه؟ ما ایده برای از خود خو بیان مونه که ما کی هستم، ما چی طور هستم، ما چی طور زندگی تیر کدوم. دیگه این بیان قبل از نصیحت امام علیه السلام این چیز رو نشان میده که او کسی که نصیحت مونه باید خودش استعمال عمل کده باشه، که عمل خو نشو داده باشه که ما خود مبلی زیگه با معتقد هستم. بسیار از والدین ده او امور اولادای خور نصیحت مونه که خودون چی بالکل هیچ از او حواله هیچ عملیش نداره. مثال که طور پر بعض مادر پدرها بسیار زیاد فورس مونه اولادای که خوب بخان، اما ای اولاد ونه 24 گنتش مادر پدر نمینگرنه که مادر پدر
من از 24 گنته دا پوزده من توری خوچی بال کده گو کتاب را بیخانه. یا مثلا مادر پدرا نصیحت منه که زیاد تبلیت بازی نکو، زیاد تیوی توغ نکو، در حالی که تمام روز خودونش در موبایل و در تیوی و در زی چیزا لگی است. یا مثلا اولاتار مگه که بایی بچه هم تو چرا قرآن نمیخانی؟ در حال خوچ ماها ماها و سالها سالها قرآن را واس کده ایج نشان نداده عملی طور پر که ما خود ما کار را انجام میدم. دیگه یک از اصول های نصیحت کدو و سمجاو کدو ای است که خود انسان بلیز و نصیحت عمل کنه. دویم نه اصول نصیحتی است که انسان و کسی را که میخواهی نصیحت کنه در مطابق فهم زو و در مطابق سمج زو باید گب بزنه. دیگه در او انداز و نصیحت را بیان کنه که روی بروی والا بفهمه. بعض وقت ما ایگو کس را میخواهی نصیحت کنی لیکن در مطابق فهم زو گب نمیزنی، اوائی گب میزنی، سمجاو نمونی شیرا، دلیل نمیدی شیرا، در صحیح انداز من نصیحت خورا کنوی نمونی. بعض وقت از این وجه نصیحت اثر نمونه. دیگه اگر مو صحیح نتنی نصیحت خورا بیرسندنی در مطابق فهم و درکی از او سمج از او گب بیزنی قطعا او نصیحت اثر نمونه، نشان نمیده نتیجه خورا خوب نتیجه خمانی زندگی از او نصیحت شد نیوالا. سیم نه اصول نصیحتی است که انسان وقتی میخواهی نصیحت کنه یک نصیحت را بار بار ریپیچ نکنه. مثلا یک چیز را میخواهی تذکر بیده سمجاو کنه، بعض مادر پدر است یا بعض کلانه است که صدها دفعه یک گب را مگه. امام علی علیه السلام من یک حدیث چی مگه؟ امام علی علیه السلام من یک حدیث مگه؟ مگه وقتی یک نصیحت را یک گب را انسان بار بار تکرار کنه، بار بار زیاد ریپیچ کنه، چی کار مونه؟ او آتیش زید را منی وجود از اون نصیحت شدنی والا روشن مونه و دزید امدام و زباد و کار را نمونه. دیگه باز مادر پدر اگر مینگر نه که باید یک مسئله را بار بار سمجاو کدوم، بار بار نصیحت کدوم، اولتا اثر مونه، اون نتیجه وجهشی است که بار بار شون زیاد تکرار کدی. مثال که طور پر یک نان را، یک آیتم را، یک خوراک را انسان دار روز مسلسل بخوره، آخر چیکار میشه؟ دل بلا میشه از بعد تا کی طرف از او توخ کنه انسان بچی مای نصیحت هم متره. یک نصیحت را روزانه روز 5 دفعه 10 دفعه و مسلسل یک عمر، یک چند هفته، چند ماه، چند سال، دیگه آخر چیکار میشه؟ متنفر میشه از او چیز، از او فعل، از او کار اون شخص نصیحت شدنی والا متنفر میشه. لذا انسان کوشش نکنه که بار بار گبره ریپیت کنه، یک دفعه دو دفعه د صحیح طریقه د صحیح انداز سمجاو کنه. اگر مینګر نه منی وجود از چینج نمایا چیکار کنه؟ د فاصله مثلا امروز سمجاو کده دا روز بعد پوزده روز بعد یک دفعه باز دوباره شیره ایرنګا سمجاو کنه. دیگه که روزانه او ریپیت شنه اثری الټا اثر در منفی اثر خو میندازنه. چارم نه اصول نصیحتی است که یک آدم را منی یک اجتماع روی بوری دیگه نصیحت نکن، غلطیش را سمجاو نکن. امام حسن عسکری علیه السلام منی یک بسیار خوبصورت روایت بیان مونه، مگه اگر انسان بیرار خوره، یعنی کسی را که میخواهی نصیحت کنه در تنهایی اگر نصیحت کنه او را طرف خوبی مبره، لیکن اگر امو آدم را منی اجتماع روی بوری چار نفر، دور روی بوری دو نفر، چند نفری دیگه نصیحت کنه، غلطی شیر، خرابی شیر بگه، اور طرفی بدبختی مبره، اور طرفی زید مبره، اور طرفی زی مبره که او مزید امو کار را انجام میده. دیگه بعض وقت چی کار میشه؟ بعض وقت دیده میشه که مادر پدر روی بروی چهار نفر، پنج نفر روی بروی خوار، حتی روی بروی خوار بیرار باید سمجاو نشنه، باید قار نشنه، باید ام غلطی شیر تذکر داده نشنه. تنهایی وقتی تنها بود که ام عزت نفس ازو مجروح نشنه، یه از خود خود که روی بری دیگه بلش قار مشنی، روی دی بری دیگه یک آدم غلط قرار میدی، خصوصا اولاتار جوانار نو جوانار دیگه، یه از خود یک بلوک آثار منفی دیگه هم داره. دیگه کوشش شونه که وقتی مومی خواهی که کسا نصیحت کنی در تنهایی نصیحت کنی. خب یک از دیگه اصول های نصیحت کدو یه است که وقتی میخوایی یک بچه یک جوان غلطی را انجام داده چیگه میخوای شر نصیحت کنی، دایرکت شروع نشنی بلیشی، دایرکت یک طرفه گفته نری، کوشش کنیم احساسات از رو بفهمی. فرض کو یک بچه یک جوانه تیمی نماز، تیمی نماز مادر پدرش مگه بالچو نماز بخوان، این مگه بسیار منده استو، مو چی کار منی بغیر ازی که امو وجه مندگی از رو بفهمی،
بدن از او فرض کو آمادگی نداره، ذهنی طور پر او آماد، بغیر از اینکه او وجوهات را بفهمی بلی شروع مشنی. تو از بس که مثلا تو تام روز تیوی توغمونی، از بس تام روز بازی مونی، از بس تام روز دبل دبل مونی، دیگه یک طرفه گا قضاوت را گا جشکدور شروع مونی و حکم بلیشی جاری مونی. دیگه اگر مو میخوای یک آدم را نصیحت کنی، حداقل احساسات ازور گوش کنی. خب بچیم چرا منده هستی؟ چیکار کدی؟ و اینی اینی کار فرض کو ما کدوم؟ خب چیکار میخوای کنی که مندگی تو دورش نه؟ لازم میخوای آرام کنی، یک لازم میخوای استراحت کنی. چیکار کنی که مندگی تو دورش نه؟ بوله غسل کو، یا میخوای یک گلاس شیر گرم بخوری که مندگی تو را دور کنه. دیگه وقتی میخوای نصیحت کنی، هم احساسات روی بروی والا آدم را کوشش کنی که بفهمی. و احساسات خورا نشان بده، احساسات خورا بروز بده و مو بفهمی مسئله زوره. دیگه مو بعض وقت چیکار مشنه و بیچاره منده است د زور مایر د بلی سر شفرس کو نماز را کراو منی و آیسته آیسته چیکار مشنه از نماز متنفر مشنه، از نماز بچی مای و میر سوچ مند که مادر پدر ایش درکش نمونه، ایش مرش نمفهمه، ایش گوشش نمونه گبز مر. لہذا موقع نصیحت کدو یک از چیزهایی است که مو باید ام احساساتی نصیحت شدنی والا را باید مد نظر بگیری و گوش کنی. یک از دیگه اصول های نصیحت کدو ای است که مو منی نصیحت فرض کو یک بچه یک کار غلط را انجام داده، معمولا منی نصیحت ها چی کار مشنه؟ بجای او فعل مذمت چونه، ای شخص مذمت مشنه، ای شخص را مو مذمت مونی. دیگه وقتی که ای شخص مذمت چونه، ای هم عزت نفس زو مجروح مشنه، عزت نفس زو مجروح مشنه و ای آیسته آیسته بله زید مایا. باز مگه خب چیگه وقتی المر مردمی تا خیال منه، دیگه ما از بعدی کار را ایجا انجام نمیدم. لازم من این نصیحت کده کوشش از موی باشه که شخصیت زور بال ببری، اما فعل چرا مذمت کنی؟ فرض کو یک آدم نماز نمیخوانه، یک آدم طرف نماز توجه نداره، دیگه او را شخصیت چه اول بال ببری که تو چی خوب بچه هستی، ماشاءالله چی خوب گبر گوش مونی، کارها را انجام میدی. یک بلوک امو کوالیتیز که منیش هست، امو کوالیتیز بیان کنی، از او بعد بایی چی کار کنی، بگی بچه ما تو کی خس خوب بچه هستی، اینی کار تو خوب کار نیست، اینی عمل تو خوب عمل نیست، مختلف هم اعمال شده میتن. لحاظا شخصیت از را مورد مذمت قرار ندی، بلکه امو عملی غلط از را او عمل را مورد مذمت قرار بدی و بیان کنی برایش که ای عمل بسیار بد عمل است و منی شخصیت است و ای عمل خوب نیست، ای انسان را میگره است است طرفی بدیا مبرا. دیگه کوشش از موی باشه که ام عمل را مورد مذمت قرار بدی بجای شخصیت چی. یک از دیگه اصول های نصیحت ای است که مو من این نصیحت القاب استعمال نکنی. مثلا فرض که آدم یک عادتی بد داره، دیگه مو همیشه وقتی نصیحت کدو چیکار منی؟ میگه تو همیشه میترس، تو سست هستی، تو نافهم هستی، تو بیوقوف هستی، تو نمفهمی، تو بیدین هستی. ما ای چیکار منی؟ دا دانا پنج دانا لقب بلیزو میلی و همیشه او لقب را بار بار دهرامونی و آیسته آیسته او باور منه که او این می تر آدم است. دیگه کوشش کنی القاب استعمال نکنی، لقب ندیشی را که او آیسته آیسته باور شی مشنه و امو کوالیتی امو صفت منی زندگی شی ماندگار مشنه. دیگه لقب ندی، کوشش کنی در بهترین انداز شی را سمجاو کنی. خب یک از دیگه اصول های نصیحت کدو ای است که نصیحت کوشش کنی در احترام و در خوش اخلاقی و نرمی نصیحت کنی. اکثر والدین، اکثر مادر پدر چی کنن؟ در بد اخلاقی، در بی احترامی نصیحت منه. وقتی این کار چندین مرتبه ریپیت شد، اولاد باور منه که تو من این نصیحت کدو ایگور میتنی توهین چی کنی، ایگور میتنی بی عزت کنی، ایگور میتنی بد اخلاقی که چی کنی و ای پروسس آیسته آیسته چی کار مشنه؟ اون منی زندگی این می پروسس را اپلای کدو شروع منه. چرا؟ چون مگه وقتی مادر پدر ما حق را داره، دیگه من دا آینده یا نسبت دا دیگه حق را دارم که گور که سمجاو کنم دا به احترامی و بدتمیزی سمجاو کنم. و بسیار از جوانها را ما خود ما پرسنلی میشناسم که منی محله، منی رشته داره فرض کن، یا منی مسجد و غیره، ایگو کلان، ایگو بزرگ، یا والدین چی، یا رشته دارایشی، چون دا بد انداز شیرا کوشش کردن نصیحت کنه، ده به احترامی و بدتمیزی و ده بد اخلاقی کوشش کردن نصیحت کنه، او چی کاش ده او الٹا
اثر کده. فرض کنه که آدم عمده د مسجد کو غلطی کده، کم از شر شور شده، کم از گیرش خنده شده، فرض خنده مزاح کده که دوستو دو چهار نفر کلان بال شده، شیر بی عزت کده. حال درسته این کار فرض کو صحیح نیسته که دوران جماعت یا آدم نی مسجد خنده مزاح کنه قیقه بزنه، لیکن اگر می آدم د صحیح انداز سمجاوش نه خود خود اصلاح نه، اگر د بد انداز سمجاوش نه چیکار مشنه مسجد ریله میده. یا امی تر یک بلوک کار های خوبه دیگره اعلامی ده واشی متنفر مشنه. دیگه کوشش ای بشه که نصیحت ده صحیح انداز، ده نرمی که ده اخلاقی خوب و که احترام انجام شونه. یک از دیگه اصول های نصیحت کدو ای است که وقتی یک جوان را، یک اولاد را، یک نوجوان را مو میخوایی نصیحت کنی، منی نصیحت کدو اور که دیگه کمپیر نکنی، این شخصیت از اور تباه و برباد منه. معمولا نمیدونم مشنه که یک مادر پدر یا یک استاد یا یک کلان وقتی میخواه یک جوان را، یک نو جوان را، یک بچه را نصیحت کنه، فورا گامای را شده کمپیر منه، دخت تو این طرف فلانی این طرف است. او شخصیت ازو چی کار منه؟ او شخصیت چی جو جو مشنه، شخصیت چی میده مشنه، چی کار احساسی کم تری مشنه. دیگه ای رنگ نصیحت کدو نه فقط در فایده میرسنه بلکه نقصان میرسنه. دیگه ای اصول ها را اگر مو رعایت کنی قطعا خوب نتیجه میده، لیکن اگر این اصول ها را رعایت نکنی چیکار مشنه؟ نتیجه الٹه میده. دیگه مادر پدرها کلانا بزرگان اساتید نصیحت کدوره وظیفه شرعی خو خیال منه، اما این اصول ها را بسیاریش نه رعایت نمنامزو خاطر مون نتیجه الٹه میگرنی. لہذا اگر مادر پدرها میخوایا این نصیحت ها بلی اولاد چی اثر کنه صحیح نتیجه بیده، دیگه این اصول ها را منی نصیحت کدوی خو رعایت کنه. تا دیگه ویدیو را خیال خور بیلین، التماس دعا، خدا حافظ.